اتاق پدرم. اتاق خواب پدر مادرید. بیا. گوگورو، من از وقتی بابا مرد دیگه تو این اتاق نیومدم. میدونم عزیزم، پدرت هم بعد از فوت مادرت اصلا اینجا نیومد. تو و پدرت فقط برای این میومدین اینجا که از گذشته هاتون حرف بزنین. بابام همیشه میگفت اتاقایی که توشون پا نمیذاری زنده نیستن. درهای بسته باید باز بشن تا خاطره ها بتونن نفس بکشن. آره همینو میگفت. جهان بیا ما این اتاقو زنده نگه داریم. بیا درشو باز کنیم. نمیشه گل رو. نمیشه. چرا نمیشه؟ اگه ما بخوایم تو این خونه همه چی میشه. ببین یه نگاه به این اتاق بنداز. ببین این اتاق حتی گردگیری هم نمیشه. حتی پنجره‌هاش هم از کیه که باز نشده. مگه نمیبینی؟ گلفام این اتاقو ویل کرده تا بمیره. حرفای باباتو که یادته؟ بابات میخواست اینطوری بشه؟ ها؟ بابات میخواست این اتاق فراموش بشه یا با تو یعنی پسرش این اتاق زنده بمونه؟ این اتاق دیگه مال ماست. ما این اتاقو زنده نگه میداریم. بی حیاها، از نبودن گلفام استفاده کردن، مثل یه گل سگ ریختن تو خونه سگای گرسنه. خیر باشه مادر، معلوم از کیا فوش میدی؟ اصلا بهت نمیاد جاهد سلطان. اینا انقدر گستاخ و بیادبن که آدم دیگه ادب و این چیزا رو فراموش میکنه. اون دوست دختر سابق پسرت که هست، همون دختر خیابونی، داشت از جلوم رد میشد با پوستخم برام دست تکون داد. میتونی تصور کنی؟ گونچه، آره. ازش بایدم نیست. اینا تا دیدن گلفام رفته برگشتن به همون سرایداری که ازش پرتشون کرده بود بیرون. چرا برنگردن؟ دیگه اونا هم یه خانم جون دارن، مگه نه؟ چرت و پرت نگو. اون دختر گستاخ هر چیزی میتونه باشه به جز خانم اون ویلا. گلفام کجاست؟ محبوبه، گوشیمو بیار. باشه چشم. بفرمایین. بله مادر. از گلفام خبر داری؟ نه. چیزی شده؟ گلفام آب شده، رفته زیر زمین. هیچ کس ازش خبر نداره. آخش چقدر میچسبه، حتی چایی هم که اینجا میخوریم فرق داره. چشم و دلم وا شد، خدا رو شکر. آره والا مادر، اینجا خیلی دلبازه. پنجره رو وا میکنی حیات سرسبز رو میبینی. با من میتونم اینطوری دراز کنم. بابا خونه به کنار، شاخشونه کشیدن گل رو برای خالده جادوگر کیفی منو کوک میکنه. دستش درد نکنه، خوب جوابشو داد. بله دیگه، بعد این همه باید حد و حدود خودشونو بدونن. شوخی که نیست، ما خانواده گل رو سپایی هستیم. چوچک، وسایلو جا به جا کردی؟ ببخشید آبجی، فقط تونستم مال خودم رو بچینم. بی زحمت خودت وسایلاتو بچین، پاشو. باشه آبجی، مسعوده رو نگاه کن. بلش کن، تو فکر باباست دیگه. به نظر تو هم رفتار آبجی یکم عجیب نیست؟ به نظر من همین که قبول کرد اینجا برگرده هم عجیبه. خب گل رو اصرار کرده، نتونست روشو زمین بندازه، چیش عجیبه؟ دیگه برگشتیم دیگه، تو به این چیزا فکر نکن. نه مطمئنم آبجی یه چیزیش هست، مطمئن. Thank you.
تو اینجا داری چی کار میکنی؟ نظافت. آها بله، خوب چون خودم کارای خودم رو میکنم شما باید هم تعجب کنین. همین الان برو بیرون، بیادب. بهت میگم برو بیرون همین الان. دقیقا کیو دارین از اتاق کی بیرون میکنی؟ دارم از اتاق انورخان توی پرو رو بیرون میکنم. منو ببین، اگه یه بار دیگه سعی کنی به هم دست بزنی پشیمون میشی. تو ماری، تو یه ماری. مار تو اینه من. دروغایی که تو دادگاه گفتی یادم نرفته، بدون که یادم هم نمیره خالده. جای تو همون زندان بود. تو حق نداری پاتو تو این اتاق بذاری، حق نداری خانوم این ویلا بشی، حقت تو زندان بپوستی. شیر فهم شدی؟ حقت تو زندان بمونی. خالده، من به چی گفتم؟ خالده، من به چی گفتم؟ نگفتم با زنم درست حرف بزن؟ براتون متاسفم، خیلی متاسفم. دارین یادگاری پدرتون رو از بین میبرین. بازیچه یه جادوگر کوچولو شدین. براتون متاسفم. تو بزن من چی گفتی؟ جهان جهان نکن. تو بزن من چی گفتی؟ حالم آروم باش عزیزم، آروم باش. حتی خواهرتونم تو این اتاق نیامده بود، حتی خواهرتونم این کارو نکرده بود. خالده، اخراجی، اخراجی. برو بیرون. شما نمیتونین اخراجم کنین. شما نمیتونین اخراجم کنین. شما نمیتونین منو اخراج کنین. منو فقط گلفام خالو میتونه از این ویلا بیرون کنه، فهمیدین؟ فقط اون. اینجا خونه منم هست خالده. گم شو بیرون، گم شو. اخراجی، برو بیرون. برو بیرون. بیا بشین. اخراجی، باش خودتو ناراحت نکن لطفاً عزیزم، لطفاً. آروم باش. باید بره. عزیزم باید بره. آروم باش جان. آروم باش عزیزم. ولش کن، بذار گلفام بیاد بعد. ها؟ میدونی که اون خواهرتو خیلی دوست داره. لااقل بتونه باهاش خدافظی کنه. باش. باید بره. آروم باش. آروم. اگه بهت زنگ زد به منم خبر بده، باشه؟ نه، جای نگرانی نیست. باید باش حرف بزنم. حتما گوشیش یه مشکلی داره. باشه، ممنونم. میبینمت. تو کجایی گلفام؟
گلفام، تو هیچ وقت دوستم نداشتی. تو فقط این کاغذ پاره ها و این خونه و این میراث پدرم رو دوست داشتی. چی داری میگی؟ تو رفته بودی ولی من اینجا بودم گلفام. این ویلا مال منه، این زنم مال منه، این ویلا مال منه، این ویلا مال ماست. خیلی خوب شد دیگه تو اتاق خودمونیم. همه جا برق افتاده، اتاق از حالا داره با همون نفس میکشه. حق با تو بود، حق با تو بود. حق با تو بود. این اتاق یه اتاق واقعیه. ما دیگه ازدواج کردیم، تو این اتاقیم، تو اتاقی که مامان و بابام سالا کنار هم خوشبخت بودن، ما هم مثل اونا خوشبخت میشیم. ما هم مثل اونا فقط با مرگ از هم جدا میشیم. گلو جهان پاشو، باید استراحت کنی، پاشو دیگه باید بخوابی، پاشو پاشو پاشو. آفرین، بس رو تختی رو باز کنم. خوب دیگه، شب بخیر. تو نمیای؟ نه، من مثل دیشب رو مبل میخوابم. بس زخمت خوب بشه بعدش با هم میخوابیم. باشه، شب بخیر گلرو. لااقل دستمو بگیر، بذار سرمو یه تکیه بدم تا خوابم ببره. باشه. خیلی جالبه، گلای یک کلی از کوچه برداشتی گذاشتی تو گلدون. تو مرد یه چیز خاص هست، یه چیز خیلی متفاوت. نمیتونم براش اسمی بذارم. مثلا وقتی داره با حرف میزنه تو چشات نگاه میکنه، نه به این ور اون ور. بعد یه طور خاصی هوا تو داره. میدونی اگه بلای سرم بیاد اون سری خودشو میرسونه و ازم محافظت میکنه. وای دایگو، الانه که بالا بیارم رسمن شدی مثل دختری فیلمای قدیمی، ازم محافظت میکنه. مگه تو بچه گربه ای؟ اون پسره یه لقبو حمایتت بکنه یا نکنه چه فرقی به حالت میکنه؟ نه بابا، چه میدونم، چون تو لحظای سختم پیشم بوده همچی فکرهای مسخره کردم. ولش کن بابا، حسی بهش ندارم اصلا. منو چه به اون لات بی سر و پا، اصلا به هم رفت نداریم. خوب گفتی. به نظر من تا قبل از اینکه جریان کش داشته باهاش قطع رابطه کن. ببین، امثال اینا برات دردسر میشن. اصلا روزنامه نمیخونی؟ منو باش، به کی دارم میگم؟ خودش تازه از صفحه حوادث در اومده. من دیگه رفتم. ببین، تو و ایلهان دوباره با هم شروع کردین. تصمیم درستی هم گرفتین. همین امشب به ایلهان زنگ بزن، یه شامی چیزی میخوری. اون پسر یه لات و کلاش هم از ذهنت بیرون کن. باشه؟ امشب میخوام تنها باشم، حوصله کسی رو ندارم. خیلی خوب، خودت میدونی. میبینم. میبینمت.
اصلا من دختری مثل دویگا چه کار دارم؟ تو هم دیگه حرف دویگا مویگا رو نمیزنی اصلا. دیگه اول بشین یکم فکر کن ببین تو یه جمله چند بار میگی دویگا مویگا، بعد واسه من شاخشونو بکش. بتا چه رفیق، من چند بار میگم دویگا مویگا؟ بتا چه، بیا حرفشو نزنیم اصلا، مشروبمونو بخوریم. باشه با سلامتی، حرف نزنی. مگه تو بچه گربه ای؟ اون پسریه یه لقب و حمایتت بکنه یا نکنه چه فرقی به حالت میکنه؟ این گوشیت زنگ میخوره. نه ده بفرما دایگا مایگا دیگه جواب بده رفیق، ببینم چی میخواد بگه. بله چطوری؟ بد نیستم. این چه قیافه‌ایه؟ انگار داری به هم میگی چرا اومدی؟ این عدتفارا چیه ها؟ چی شده؟ بگو. قبلنم گفته بودم خوشم نمیاد بیخبر بیای. باشه سری بعد خبر میکنم، بیا. ای بابا ها؟ دیشب که گردن بنده گرفتی پوف پوف نمیکردی دیگو. این داره چی میگه؟ چه خبره رفیق؟ بوشکا ببین منو اعصاب منو خورد نکن، فهمیدی؟ با یکی دیگه داره حرف میزنه. گردن بندت کجاست؟ اومدی گردن بندو ببینی؟ دایگا ببین، یه بار منو خر کردی، برای دومین بار نمیشه، فهمیدی؟ دومین بار نمیشه. بعد از این همه چی همونطور که من میخوام پیش میره. هر بار نگات میکنم بهتر میفهمم چرا ولت کردم، تا اینو میدونی. از خونم برو بیرون. دویگو خانم، اینجا از که ایتالا خونه شما شده ها؟ میگم برو بیرون. اینطوری جذابتر میشی. ولم کن برو. دویگو هنات دیگه برام رنگی نداره. دختره رو زد، انگار داره آویزونش میشه. رفیق من موتور رو ور میدارم. رفیق واسه خود درد سر درست نکنی. هی جلبه کجا داری میری؟ واسه آخه تو چقدر احمقی. نزدیک نشو. گفتم جلو نیا. بهت میگم جلو نیا. دایگو این کیه ها؟ کیه این موقع شب؟ دخالت نکن، تو دخالت نکن، من خودم ردش میکنم. باشه من درستش میکنم، خواهش میکنم. بله من میفرستم بره. باشه. آن کجاست؟ کی کجاست؟ برای کنار بینی. مرد چی کار میکنی؟ مرد خواهش میکنم. مردی که چه خبره؟ خبرنگاری؟ چی کار میکنی مرد؟ مگه نمیبینی دوست پسرم اینجاست؟ برو. چه خان نکن بابا، چه دوست پسری؟ پای تلفن شنیدم. اگه من نمیشنفتم چی میشد؟ اگه نمیشنفتم چی میشد ها؟ مرد برو، خواهش میکنم برو. راست میگه مرد، بزن به چاک. یه لحظه بیم فر بینم. مرد
بزنم به چکاره. خواهش میکنم. گمشه ببین منو مرتی که دیگه نبینم این داره برای به پلکه شنفتی. اگه بازم این طرف آفته میشه خیلی برات بد میشه. الک تا گوش کن، اینو نوشتم به حسابت بچه، نوشتم به حسابت. پس یه چاییم بنویس، فهمیدی؟ مرتی که آشغال. دایگو باشه لباس مباسه تو عوض کن، هر کارو میخوایی بکن بریم پیش پلیس از این آشغال شکایت کنی. چه پلیسی؟ میدونی اون آدم کیه؟ اصلا میدونی اون کیه؟ بله میدونم کیه، یه لعنتی آشغال بینامون سوازم به شما رواست. برو مرد برو، از کجا سر را هم سبز شدی؟ من از لاتری برات در اومدم خوبه؟ اما تو مخ فهمیدن اینا نداری. چرا؟ چون اصلا مخ نداری. تو بالا خونت ماشین حساب داری، فقط بلدی پولای اون آشغال رو خرج کنی. اون آشغال فقط بلد بیاد اینجا تو رو ایور اوور کنه و بعدش گروش گم کنه بره. ها؟ دخترای مثل تو حقشونه، ولی بازم من لالمونی میگیرم حرفی نمیزنم. هر شیطون لعنت. مرد نرو، نرو مرد، خیلی تنها، نرو نرو بابا. آخرین بار که تو چشام زل زده بودی حلقتو به هم نشون دادی، میگفتی من ازدواج کردم امید، میگفتی جلوی چشمت ازدواج کردم. چی شد؟ حالا چرا نمیتونی نگام کنی؟ جهان همه چیو به هم گفت، تو منو نجات دادی، ازت ممنونم. از تو انتظار تشکر ندارم، به هم مدیون نیستی گلرو. چیزی که میخوام یه جواب صادقانه است. تا وقتی جوابمو ندادی نه تو میتونی از من خلاص شی، نه من از تو. ولم کن گلرو، خواهش میکنم منو خلاص کن. فکر میکنی من نمیخوام؟ قلبمو، باورمو، آبرویی که داشتم و غرورمو، همه چیمو گذاشتم کنار. ببین جلو رود دارم التماستو میکنم، تنها چیزی که ازت میخوام یه جوابه. خواهش میکنم برای اینکه این اتفاق مسخره رو باور کنم به هم جواب بده. خواهش میکنم جواب بده و راحتم کن. اشکاتو پاک کن، دیگه گریه نداری، گریه کردن ممنوعه. خودت همین امروز به آبجی مسعوده گفتی گلرو چلیک مرد، کشتنش خودت کشتیش. گلرو سپاهی به دنیا اومد، پس گریه نداری، تو دیگه گلرو سپاهی هستی. از این به بعد قلب و گذشته و خاطراتی نداری، قلب نداری، به جاش درد داری، خشم داری، آینده ای که باید بسازیش. تو گل رو سپاهی هستی، آینده ی روشنی پیش رو داری، آینده ی روشنی که از چنگ گلفام سپاهی درش میاری. (تصفيق)
هنوزم باورم نمیشه چطور منو اینجا پیدا کردی. وقتی از خونه زدم بیرون اصلا یادم نبود یه همچین جایی وجود داره. آخرین بار که اومده بودم اینجا 20 سالم بود. تولد انور خان بود. غافلگیرش کرده بودیم، یادته؟ خیلی خوب یادمه. بعد از سالها برگشتم اینجا. حالا میفهمم که به خاطرات گذشته فکر کردن از فکر کردن به آینده برام خیلی راحت تره. میدونی؟ هرچی بیشتر به گذشته فکر کردم عصبانیتم از تو بیشتر شد. منم ازت عصبانیم گلفام. تو باور کردی که گلرو واقعا میتونه همچین کاری بکنه. برای این ازت عصبانی نیستم، ولی کارا چی؟ به هوش اومدن جهانم به من نگفتی. برای اینکه بهش دسترسی نداشته باشم حتی دم در نگهبان گذاشتم. چون میدونستم میخوای چی کار کنی. از خودم دفاع نمی کنم. کاریو کردم که باور داشتم درسته. تو هم همینطور گلفام، ولی به روش های غلط. برای همین جایی بحثی نیست. بله واقعا جایی هیچ بحثی نیست. تو ترجیح دادی حرف زنی رو باور کنی که بهت خیانت کرده؟ اگه حتی یه لحظه فکر میکردم که گلرو بتونه همچین کاری با جهان بکنه. حالا هرچی، دادگاه تموم شد. الان اون زن تو خونه من، تو ویلای من، ادای صاحب خونه ها رو در میاره. دیگه هر چیزی هم به هم بگی بی خود و بیهوده است، فایده ای هم نداره. دیگه برو، برو امید. گلفا، میخوای چی کار کنی؟ بر نمیگردی خونه؟ دختر، تو واقعا همه چی تمومی؟ من گفتم برین تو اتاق گلفا ازش زهر چشم بگیرین. تو رفتی اتاق انور خان زدی کشتیش که. این گلفام کجاست ها؟ بذار بیاد ببینه تو کدوم اتاقی. کل ویلا رو سرش خراب میشه. کل ویلا. آبجی اون اتاق رفتنتون یکم چیز نشد. چی نشد؟ چه میدونم، به نظرم زیاد این رفتار مناسب تو نبود. انگار حالا که گلفام خانم نیست از لجش این کارو کردی. آبجی نظر تو چیه؟ اصلا از لجش این کارو کرده تو نمیفهمی که این یه جورایی اعلام اقتدار و قدرته. تو یه خونه دوتا خانم زیادیه. جنگ سر اینه که کی خانم این خونه میشه. خیلی خوب، من رفتم. چیچک، شب واسه شام منتظریم. باش آبجی، فعلا. اینه به خدا، باید همین کارو بکنیم. باید بریم سر میز لم بدیم. اوخ اوخ اوخ، عالی میشه. به خدا خالد اجازه کردم ازمون پذیرایی کنه. یه چیزی رو نمیدونین، ولی بعدن بهتون میگم. بعدن نه بابا، الان، همین الان بگو. دیوونم نکن دیگه، بگو دختر، بگو. الو تانر، کجایی؟ خب میگم بیا ساحل. مطمئن نیستم ولی باید حرف بزنیم. خب باشه، منتظرتم. خدا اینو ببین، رفت در روز زمین ورش داشته، حالا تو گلدونم گذاشتتش.
آخه تو چه جور آدمی هستی؟ یه بار اونوری، یه بار اینوری. بالا سر من چی کار میکنی؟ قراره چی کار کنم؟ میخواستم کم کم بیدارم. آی گردنم. ساعت چنده؟ لعنتی، دیرم شده، با وکیل قرار داشتم. دایگو، دایگو، چی میگی؟ چرا دنبالم را افتادی؟ فکر میکنی چرا؟ خب میخواستم یه چیزی بپرسم دیگه. ای بابا، تو چرا گلتو از رو زمین برداشتی؟ گلمو برداشتم؟ تو که گفتی اون گل مال من نیست. مال تو نبود دیگه. خب برای چی گل برای مردم از رو زمین برمیداری ها؟ خب گفتم گناه دارن، یه وقت پج مرده میشن، برای همینم گذاشتم تو گلدون. خیلی خب بابا، چیزی نیست. تو بعد از قراره با وکیل چیکار میکنی؟ واسه چیز میگم ها، اون یارو باز میاد تنها گیرت نندازه یه وقت. آخه به تو چه؟ مگی تو بادیگاردمی؟ معلومه دیگه به من چه، اصلا مادر پدرت فکرت باشن برای یه بادیگارد بگیرن. این کچله رو باش. آقا ایلهان هدیه هاشو میخواد. زشت داداش، مگه آدم هدیه رو پس میگیره؟ اصلا مگه یارو خرپول نیست؟ هدیه ای دست من نداره. عجب، طالبت گفتن خیلی مردی ها؟ دختره جوانو با اسلحه میترسونی؟ آره؟ هرچی داره پس میدم، ولی همشو الان نه. بهتر از بزرگه به کوچیکه برسی. نه بابا، واقعا؟ اصلا سر در نمیارم تو زندگی چه خبره. واقعا میگم ما رفتیم. تو به انتقام گرفتن تکیه کردی و خودتو جمع جور کردی. من به چی تکیه کنم؟ به کمک چی به خودم بیام؟ تو هم به من تکیه میکنی، به هدفای من، یعنی به انتقام گرفتن. باش باش، آره خب چاره دیگه ای نداریم. نه، کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم ازشون شکایت کنیم. خودشونم میدونن که اونطوری گفتم. چیزی که نباید میشد شد. تنها شاهدمون 7 متر زیر خاکه. آی نه نه، ساکت، دیگه چیزی نگو. من گفتی من نمیتونم تنهایی به جنگم، گفتی تو رو خدا آبجی به کمک احتیاج دارم. من اومدم اینجا، دلمو بزرگ کردم، اومدم اینجا که بهت کمک کنم، اما اینجا کی تموم میشه؟ کی تموم میشه؟ هر دوشون تمام عزیزانشونو، تمام داراییشونو از دست میدن. هرچی گلفام سپاهی داره رو ازش میگیرم. هزار ماشالله، پسر منو ببین. وای وای، خوب شدم مگه نه؟ پاکیزه بانو، تو هم معرکه شدی ها، ماشالله قوقا کردی. یعنی فقط یکم تل و مل آویزون کنی، مادر این دکتره هست که از دماغ فیل افتاده، به گرت پاتم نمیرسه به خدا. دختر برو کنار دیگه، 2 ساعت جلو آینه ای. به اون قنچه ورپریده گفتم منو ببر آرایشگاه، ولی گوش نکرد که. دختره بی ادب. اون اینطوریه. چی؟ آبجی آرایشگاه هم رفته واقعا که؟ مسعوده داری چی کار میکنی؟ برو آماده شو دیگه، باجن آقا منتظرن، از همین روز اول دیر نریم. همینطوری راحتم. وا مگه میشه دخترم؟
تو خواهر بزرگتری، واسه خودت ابهتی داری، قراره با شوهرت سر میز غذای ویلا بشینی. گور بابای سفره‌شون. گفتم راحتم، وقتی خواستین بریم خبرم کنی. و این حسابی جنی شده به خدا. دختر، اونجا خونه خواهرته، دعات نگیره ایشالله، اینجوری حرف نزن. اوف اوف. چیه چیچک؟ آبجی کجایی؟ منتظر توی؟ همین الان از آرشگاه اومدم بیرون. گفتم حالا که میرین یه شام خانوادگی داره هم بخوری میکنم به خودم برسم. ها؟ ها؟ دختر چی میگی؟ صدات یه جوری میاد، چرا اینجوری حرف میزنی؟ میگم آبجی مسعود خیلی مشکوکه، چند بار بهت گفتم ولی نمیفهمی که. آخ الان حال ندارم ببینم کی مشکوکه کی نیست. سیرش خوب میشه، تا 10 دقیقه دیگه میام خونه. خیلی خوب، راستی داداش اینا میگن معطلشون نکن، ما میریم ویلا، تو هم بیا. باشه باشه. خیلی خوب شد گل رو. خیلی هیجان زدم، باورم نمیشه از خانوادم اینجا پذیرایی میکنم، باورم نمیشه تو ویلا ازشون پذیرایی میکنم. آخرش ما رو قبول کردن. جهان ببین، این اولین باریه که داره مهمون میاد خونمون، اما آخریش نمیشه دیگه، همیشه زندگیمون همینطوری. تو هم دیگه تو همه مراسم و مهمونی ها شرکت میکنی، هر کاریو که سالهاست نکردی و با هم میکنیم. خب من هم هر کاری تو بخوای میکنم، تو فقط همیشه اینطوری نگام کن، اینطوری بهم لبخند بزن. اومدن. خوش اومدی. ممنون دخترم. وای 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 وای، خواهر سر منو ببین، بیا ماشت کنم. اخ آبجی میه دونه باشه. خب باجناق نیومده تو کمیته استقبال، براش چیز خریدیم؟ پازو موضوع اسمش چی بود؟ پازل. داداش پازل، پازل خریدیم. آره اون تو منتظرتونه. جدی؟ آبجی بیا دیگه. گلرو نمیتونم بیام تو، من نمیتونم بیام تو خونه اون قاتل. اگه الان ببینمش چی کار کنم؟ چطور جلوی خودم رو بگیرم؟ آبجی گلفام نیست. خب گلفام خونه نیست. بیا یه امشب رو ازمون دریغ نکن. بیا. مادرم من یه سر میرم بیرون. چیو ازم قایم میکنی؟ تانه پسرم نکن. مامان چی شده؟ باز چی کار کردی مرتی که؟ چه غلطی کردی؟ حال چی کار کردی؟ داشت چرت و پرت میگفت، یه چیزی پرید تو گلوش. به جای اینکه سر من داد بزنی از مادرت بپرس چی شده. مامان خوبی؟ ماما خوبه، فدات بشم هیچی نیست. خدا قسم دیگه خسته شدم. تانر ماما. تانر گوش کن پسرم، گوش کن یه لحظه. چیو گوش کنم مادر من؟ چیو گوش کنم ماما؟ گوش کنم که چطور گردنتو کبود کرده؟ ها قسم میخورم دیگه از این بس خسته شدم مامان، از هر دوتون خسته شدم، بس دیگه.
اوه شب بخیر شوکت خان. به به غنچه خانوم، انگار تو خونه شما عروسی هست. عروسی نیست، برای یه شام خانوادگی دعوت شدیم ویلا. این که گفتین انگار داری میری عروسی، هم اینطوری برداشت میکنم که ازم تعریف کردی. خب ظاهر الانتون واقعا خیلی زیباست. این تیپ ویلا آره؟ این چی کار داره میکنی؟ آه چی کار داره میکنی؟ آه آه اینو نقرن؟ نقره اصله؟ مادر خونه باجناقی ما، نگاه کن 1925 اینجا همه چی اصله. مخلصی برو گلفام، به حرفامون فکر کن، این آرومت میکنه، هرچی هم باشه به خاطر جهانه. برو. نرو، بدون تو نمیتونم. گلفام، به هم گفتی قوی باش، الانم نوبت توه، تو هم قوی باش. این اولین شام خانوادگیمونه، بعد از این مرتب اینطوری دوره همیم. البته در صورتی که قنچه توی آرشگاه گیر نکنه خانوادگی شام میخوریم. اینا سر میز من چی کار میکنن؟ آبجی، تو آبجی، قاتل،